دل به دست آرزوها داده ای. در بیابانی به دنبال سراب افتاده ای، قطره لرزان عشق مونده بر مژگان، هنوز برگ زرد هم به باد مهرگانی داده ای. موسیقی ما خیلی فهمش و درکش برای بعضیا مشکل هست، در حالی که وقتی آدم وارد این مرحله و وارد این بحر شد میبینه چقدر جالب و چقدر جذاب و چقدر عرفانی است و چقدر آدم به خدا نزدیک میشه. سبکش مخصوص خودم، ولی من بیشتر همون پیروی به حساب کلاس مادرم هستم و اون خدا بیامرز مثلا در شوری که خونده، من هیچ تحریرهایی که مادرم داده تو اون صفحه شورش با اون صفحه صدایی که از ریه زخم میامده، هیچ تحریری ندیدم مثل اون بتونه که شورون به اون شور و با اون وجد بخونه. خراب طرز دل من غم تو جایی نیافت، که گرد در دل تنگم قرارگاه نزول. این شعر حافظ رو به چقدر با سنتور حبیب سمایی خونده. کس مرحوم سبا بودیم که به من گفت میخوام اسم مادرتو زنده نگه داریم، و اولین آهنگی که تو اون ارکست خوندم یه که تو این دفتر شعر نوشته که این مرحوم اکرم دوله که استاد مادرم بوده، یعنی نوی ناصرالدین شاه، برای مادرم تصنیف ساخته، آب حیات من از خاک سر کوی دوست، که شعر مال سعدیه ولی آهنگشو ایشون ساختن. اونو خوندم تو ارکست مرحوم سبا. الان 70 سالی که مادر من بیشتر 72 سالی که مادر من فوت کرده، ولی هیچ چیز نتونسته جای بی مادری رو پر کنه، چی نتونسته. و به خاطر همینم هست که وقتی خودم مادر شدم عاشقانه بچه‌هامو دوست دارم، یعنی میپرستمشون. و این کمبود محبت رو با نثار کردن محبت و عشق خودم به بچه‌هام یکم جبران کردم، ولی بازم نشد. راه هنری که رفتم راه خطایی نبوده و در این مدت 40 سال سابقه کارم بهترین دوران رو گذروندم، چه از نظر استادایی که داشتم و چه از نظر تجربه‌ای که اندوختم و چه از نظر جاهایی که رفتم، جاهایی که دو دنیایی که خیلی نرفتم و من خیلی سپاسگزارم از این شانسی که خدا به من داد. سفرهای خارج رفتم خیلی با ارکسترهای خوب و با اساتید خوب، مرحوم رادمرد، مرحوم خادم میساق، مرحوم سبا، بعدن ارکسترای بزرگ که توسط آقای حسین دیلوی استاد ارجمندم با ایشون خیلی سفرهای زیادی رفتیم، با آقای پایور که خدای لای شفاشون بده و امیدوارم زنده باشن، با ایشون سفرهای خارج خیلی رفتیم و یادگارهای خیلی خوبی از اینا دارم. زندگیم سراسر خاطره است مثل اسمم. حال دل چمیه پرسی که از فراق او چون شد، دیده بود و دریاها گشت
چشم بود و جیهون شد. اولین سفری که وزارت فرهنگ و هنر ما رو فرستاد سال 1338 بود. من 36 وارد وزارت خانه شدم، 38 ما با گروه باله رفتیم به اولین اکسپوی جهانی در بلژیک با گروه دیگه، هم باله بود هم موسیقی بود که آقای دهلوی هم با من بودن. این سفر خاطر انگیزی بود، اولین سفری بود که من سوار هواپیما شدم. یعنی من اصلا فکر نمی‌کردم این وقت من بتونم سوار هواپیما بشم. دفتر خاطرات من هر روز می‌نوشتم، نوشتم من الان روی ابرها هستم و جایی هستم که فکر می‌کنم به ابدیت دارم می‌پیوندم. یادم میاد این آهنگ آتشی ز کاروان به جا مانده، اینو تازه ما یاد گرفته بودیم. یک دست چیز بود در بلژیک بروکسل، یه اتمیوم ساخته بودن، تازه این چیز اتمیوم درست کرده بودن. ما تو شب تو اون اتمیوم ایستادیم، شروع کردیم همین آتشی ز کاروان میخونیم که جمع شدن مردم. بعد اونجا یه هفته برنامه داشتیم، باز برگشتیم، وقت من آقای دهلوی اومدیم بیروت. بیروت هم جنگ بود، جنگ اسرائیل و عرب بود، همه جا بسته بود، در مغازه بسته بود، هتل ها همه جلوی پنجره‌هاشون سیاه کشته بودن اینها. ما دو روز اونجا بودیم، بعد با یه هواپیمای چیزی به حساب باربری ما رو فرستن. من آقای دهلوی اومدیم ایران. هر سال ما تولد محمد ظاهرشاه از طرف وزارت فرهنگ و هنر ما رو می‌فرستن برای تولد محمد ظاهرشاه. و اونجا رفتیم و من با خواننده‌های اونجا برنامه می‌ذاشتم. یه آقای بود به نام خیال، فکر کن توی سن خاطره این ور بستود، خیال اون تر بستود. ببینیم من تو بازار افغانستان که ما می‌رفتیم برای خرید و سوغات اینا، حافظ و قرآن و رحیم و عیری یه جا گذاشته بودن. تو فکر میکنی؟ وقت من یادم میاد که ما اینجا با آقای دهلوی یه قطعه خوندیم به نام مقدم تو. محمد ظاهرشاه میگفت تو ای خواننده خوش الحان، نه این شعر رو ما از خاطر میبریم، نه این صدای شما رو از خاطر میبریم. اینقدر اینا نسبت به شعر و شعرهای ما و نسبت به ادبیات ایرانی اینا آگاهی داشتن و دوست داشتن که خدا میدونه. یه شاعری داشتم به نام استاد خلیل الله خان خلیل، غزلی راجع به مادرم، وقتی فهمید من دختر مرحوم پروانه هستم شعری گفت و یک سرود کوهساری هم ساخت اونجا. شعرشو گفت آقای دهلوی همونجا آهنگ ساخت روی سرود کوهسار، که من الان آهنگشو درست یاد ندارم، ولی چون با ارکستر بزرگ بود باید با اون خونده میشد. چون بین ایران و افغانستان یه مقداری مشکلات مرز، رودی که معمولا در مرز دو کشور هست، اگر دست چپی زیاد استفاده کنه دست راستی محروم میشه، اگر دست راستی زیاد استفاده دست چپی. یه همچی مشکلی سر رود هیرمند بین ایران و افغانستان گویا پیش آمده بود که میخواستن برای حسن ظن بیشتر سعی کنن گروه موسیقی بفرستن، بعد بر روی شعرهای که معمولا افغانی ها فارسی میگن، بر روی اشعار یکی از شعرهای اونجا استاد خلیل الله خلیلی بود که با کمک سفارت ایران در کابل دیوانهای مختلف رو مطالعه کردم. چیزی که به نظرم رسید این شعر بود که بیت اولش این بود، میگفت شوند در دامن کوه درختان سبز و انبوه. هر جا رو من 6-7 بار رفتم، مثلا پاکستان 5 دفعه رفتم، با ارکستر آقای دهلوی رفتیم، بعد ترکیه رفتیم باز با آقای دهلوی بودیم، بعد از اون سفرهای بعد اروپای شرقی، بعد شوروی که اتحاد جماهیر شوروی سه بار اتحاد جماهیر شوروی، 3 تا رئیس جمهور رو، بعد از اونجا اروپای شرقی یعنی لهستان، مجارستان، رومانی، یوگسلاوی، بلغارستان، با ترکیه باز برگشت بیرون. بعد از اون سفرها دیگه دانمارک و سوئد و نروژ و ایتالیا و فرانسه، همه تمام نقاط اروپا رو برنامه گذاشتیم. بعد سفر کانادا شد، اکسپوی دومی بود. اکسپوی دوم در مونترال کانادا بود که سال 67 بود، 1967 ما اونجا برنامه گذاشتیم. بعد یه اکسپوی دیگه بود در اوزاکای ژاپن که بازم باز از طریق اداره رفتیم، که قرار بود بعدها در آرژانتین همچین اکسپوی بشه که دیگه نشد دیگه. Thank you.
خانم اوفلیا پرتو بعد از انقلاب ما ول نکردیم موسیقی رو. ایشون آهنگ میساختن، من تمرین میکردم، من چیزی بیادم میمد به ایشون میگفتم. ما با هم همینطوری ارتباط کاری داشتیم تا اینکه بالاخره سال 76 اجازه دادن که ما تو صحنه بیام بعد از 20 سال. واقعا اینم یه شانسی بود برام. اصلا فکر نمیکردم من دوباره بیام تو صحنه. من بعد از 20 سال که وقتی رفتم وارد تالار رودک شدم، تالار وحدت شدم، بی اختیار گریم گرفت. مثل که آدم از خونش بیرون بکنن بعد اون مرتبه بگم بیا. و اصلا نمیدونی چه حالی بودم. دلم تنگ شده بود ولی دیگه اون انرژی سابق رو در خودم نمیدیدم، برای اینکه 20 سال گذشته بود و با ترس اومدم تو صحنه. ولی خدا رو هزار بار شکر میکنم برای اینکه قطعاتی اجرا کردم که در 25 سال پیش اجرا شده بود. من با خانم پرتو وقتی تو صحنه میمدیم، اول که دفعه نداشتیم، من و یه پیانو. حالا ما ارکسترمون تقریبا 20 نوازنده بود، 20 خانم‌ها با من میزدن، ولی خب ارکستر پاچیده شد، هر کدوم رفتن طرفی، هر کس از گوشه ای فرار رفتن. الان خانم زاکری که تو ارکستر ما میزد خودش ارکستر داره، خانم چیز هستم اون یکی آذر هاشمی، اینا ارکستر درست کردن بر خودشون. پس بنابراین من و خانم پرتو تنها موندیم. وقتی از ما خواستن که گروه اسم گروهتون بگین، به اون آقا گفتم آقا جون ما گروه نداریم، ما دو نفریم. گفت بالاخره این گروه اسم داره. گفتم بگین دو طفلان مسلم دیگه. حالا دو نفر که گروه نمیشه. گفت مزاح میفرمین. گفتم نه قربون، من جدی میگم، گروه ما گروه نداریم، منم خانم پرتو، بذارین یار یادی هم چیزی. حالا اسم رو گذاشتن گروه یاران. حالا گروه یاران من خانم بعد مجبور شدیم به خانم نوشین نقی بگیم که بیاد یه دفعه با ما بزن. اتفاقا خیلی هم جالب شد این دف و پیانو، من با هم دیگه با خانم پرتو خیلی جمع جوری شدیم. به خصوص یک ذکر علی داشتم که واقعا زیباست، خیلی قشنگه. علی عشق و علی عشق و علی عشق، علی عشق و علی عشق و علی عشق، که از او در دلم شد منجلی عشق، که از او در دلم شد منجلی عشق. خیلی قشنگه. خیلی موسیقی ما همطور که گفتم بیشتر موسیقی حال و موسیقی عرفان و موسیقی وجد و برخلاف اونی که میگم غم انگیزه، نه، غم هم خودش در زمان بر غم هم خودش یک لذتی داره، نه غمی که آدم برای به قول معروف میگه وقتی بشینه یاد قرضاش بیفته، نه. اون الان همینی که میخونم میگه تمام عالم به جستجوش، هر کسی در جستجوی یک مطلب یه چیزی هست، هر کس در همون حالی که خودش داره. به عقل نازی حکیم تا حکیم، به فکرت این ره نمی شوم حتی، چو قسمت این شد ز خان هم هستی، دگر چه حاصل ز سعی بی جا، تمام عالم به جست جویش، به کعب زاهد به دیر ترسان. ببین تو زندگی من انقدر نشیب و فراز بوده که هر یادآوری اینا من از اون حالت سکون بیرون میاره. اولش یتیمی بوده، نگفتم نداشتن پدر و مادر، و من چیز شدم، یک حسی در من ایجاد شد. مثلا من خیلی قوه تخیلم زیاد، من مدتی داستان می نوشتم، داستانم به صورت کتاب شد. 3 سال تو تهران مصور می نوشتم، 4 سال تو اطلاعات بانوان، 3 سال توی سپیتسیا به طور نوول، داستانای کوتاه. این داستانای کوتاه الان 3 کتاب شده، یکی کار دل جلد اولی، جلد دوم کرشمه ساقیه، جلد سوم هم لالایی زندگی است. ولی میدونی همین قوه تخیل زیاد شدن، از فکر میکنم تمام یتیمای روزگارم همونجا باشن، چون خلوت خودشون پر از درده و میخوان اینو یه جوری
این ببرن. حالا این اگر به راه خوب بیفته خیلی خوبه. همه باید یعنی همه باید عاشق باشن. من به شاگردان میگم وقتی این شعر میخونین عاشق باشین. حالا نه، حالا فکر میکنم به شخصی، به چیشه، به زندگیست، به آینده است، هیچ، باید این عشق باشه که تو بتونی این صدا رو قشنگ از حنجرت بیاری بیرون. اون حالو باید داشته باشی. ولی چیه؟ اصلا نمیشه. اون آرشه‌ای که رو ویولون کشته میشه، یا تجویدی یا اون ایبولای بدی یا اون خدا بیاموز، اینا اگه عشق نباشه غیر ممکنه. چی داریم همش از گذشته است. عمری بگذره محال دیگه محجوبی باشه که این آهنگ همیشه چون نینالم که غمی دارم. کی میتونه این شعر بگه؟ کی میتونه آهنگو بسازه؟ پس ما الان هرچی هم داریم میخونیم از گذشته است. باز من به شاگردام دارم همون شوربتای میدم که ردیفای مرحوم درویش خان، ردیف مرحوم عبدالخان دوامی، ردیفای این اونه. میدونی؟ پس بنابراین ما میگیم که همش داریم درجا میزنیم. واقعا اجازه بدن مردم یه نوآوری بکنن. باز یهو دادشون در نیاد که آره موسیقی موس خراب کردن، نمیدونم کی یکی نوتش زیادی بوده، یکی نمیدونم رفته رو عربی رفته رو. نه بابا نرفتم، اگه دلوی عمری حیوانکی کار نکرد تو این جریانات. که اومدم وزارت فرهنگ و هنر برای بچه‌های من، آخه معلم مدرسه بودم، معلم کلاس دوم بودم، یک مثنوی قرار بود من بخونم که تو اداره باید ضبط می‌شد. مثنوی با این مطلع شروع می‌شد: ای خدای پاک بی‌انباز یار، دستگیر و جرم ما رو واگذار. که من اون وقتا نمی‌دونستم اینی که می‌خونم توی مثلا توی سگاه تو هدی پهلوی فلان اینطوری، ولی استاد صبا اونجا بودن که صدای من دیدن و شنیدن، اومدن تشویقم کردن. اول این خوانندگی کار کرده اینجا که یادم هست خانم خاطره پروانه بودن که هنرهای زیبا از ایشون استفاده می کردن، که ایشون دختر خواننده پروانه از خوانندگان خوب قدیم بودن و این اسم را هم یادم میاد. استاد امیر جاهد بنابه به اصطلاح سرگذشتی که خانم پروانه داشتن، خاطره پروانه رو ایشون انتخاب کردن و این اسم روی ایشون موند. هنوز هم به این اسم ایشون رو میشناسن. به من پیشنهاد شد که با یه آقا بخونم که بعد بتونی شما ببین، یعنی من اگر دو نفر باشیم میتونن، یعنی من اگه با یه آقا برم تو صحنه شما آقایون میتونن برنامه من گوش کنن. تو یکیش بکنم؟ نه اصلا، یعنی فکرشو بکن. میگن خیلی خوب، شما اگر با یه آقا بخونین میتونین در سالونتون آقایونم باشن. حالا اگه این آقا من کیو برم بنان از تو گور در بیارم با من بخونه؟
مهربانی دادی. بچه هم رفتن و خیلی برام سخت بود، یعنی واقعا تا یکی دو سال اصلا خیلی ناراحت بودم و به طوری که اصلا دیگه هیچ کار نمیکردم، از که ساکت شده بودم به طور کلی. بعد احساس کردم که خب بالاخره زندگیست دیگه، باید ادامه بدم. این بود که کلاسی درست کردم و شاگردایی اومدن، شاگردایی که خیلی کم تعدادشون، ولی همین باعث شد که من باز اشتیاق به کار و هنرم داشته باشم. یک شبی مجنون به خلوتگاه ناز با خدای خیشتن می کرد راز. کی خدا با نامم تو مجنون کرده ای دوست دوست. بهر یک لیلی دلم خون کرده ای. از چه هر کس را نصیبی داده ای، درد هر کس را طبیبی داده ای. ای خدا آخر نصیب من کجاست؟ مردم از حسرت طبیب من کجاست؟ این ندامت که شوریده حالا دوست، تا توانی تو در این درگه بنال. کار لیلی نیست این کار من است. آه دوست، روی لیلی عکس رخ ساره من است. هر هنرمندی، چه سینما، چه تئاتر، چه مثلا فرض کن شاعر، چه اینا، همه یه گذشته نوستالژی دارن. مال من نوستالژیم خیلی غنی هست، اصلا فراموشم نمیشه، غیر ممکنه. اینجا مایی که هستیم همه شاگردایی هستیم که واقعا الان انگیزه زندگیمون از دست دادیم، نه فقط خاطره، خاطره جاودان است. ایشون با اینکه خودشون یک هنرمند بودن، ولی هیچ وقت استادشون رو از یاد نبردن و همیشه دیدن آقای پایور، فرامرز پایور میرفتن. در موسیقی ملی ما بانوان کمی بودن که در حوزه ردیف دستگاه علاوه بر دانشی که داشتن میتونستن کار اجرایی بکنن و تا روز آخر این پایداری و وفاداری و این تعهد به ریشه های موسیقی ملی در همه اجراهای خاطر پروانه بود. دل سوختن من از همینه که الان میدونستن که رو صحنه میخوام برن و با عشقی که به این کار داشتن گفتن باشه من با باکر میام رو صحنه. و این خیلی حرفه، هیچ زن این دلش نمیخواد خودشو شکسته شده جسمی نشون بده به مردم، ولی گفتن من میام به خاطر مردم. عشق بزرگترین نعمتی است که خدا به بشر داده. Got me.